بررسی زندگی و نقش یکی از مردان برجسته و کمتر شناخته شده تاریخ ایران مدرن، یعنی عبدالحسین تیمورتاش، ملقب به معزز الممالک و سپس سردار معظم خراسانی. او در فراز آمد رضا شاه به تخت سلطنت و سپس در تواناسازی او نقش بسیار مهمی داشت. آقای امینی عزیز، خواستم از شما درخواست کنم که شمعی گزارش کوتاهی درباره تیمورتاش، نقش او در ایران با بینندگانمون در میان بگذارید و پاسخ بدهید به اینکه کارهای او روی هم رفته آیا مثبت بوده، منفی بوده یا به هر حال هم منفی و هم مثبت، و به این پرسش تاریخی هم پاسخ بدهید که چرا از چشم رضاشاه چنین شخصیتی افتاد، خانش نشین شد و بعدم محاکمه شد و در آستانه 50 سالگی به یاری پزشک احمدی در زندان کشته شد. ببینید جناب مهری، این بارها من این رو بیرون از این برنامه با شما گفتگو کردم و همواره شما از من خواستید که نه تنها در این برنامه به موضوع تیمورتاش بپردازم، بلکه شاید به جا باشد که کتابی در این باره نوشته شود. کار در این باره کم شده. چرا تیمورتاش و بررسی زندگی و دوران کوتاه 10 سال کار او در فراز رضا شاه به قدرت، در واقع 9 سال، دارای جایگاه و اهمیت ویژه‌ای است؟ برای اینکه تیمورتاش یک نمونه برجسته از شخصیت پارادوکس یک ایرانی مدرن است که از یک سوی می‌خواهد کشور پیشرفت پیدا بکنه و از سوی دیگر در این تنگنای ستایش از یک نوع حرکت از بالا گرفتار شده. تیمورتاش یکی از با دانشترین یاران آغازین رضا شاه بود. انگلیسی ها یک اصطلاحی دارند به زبان انگلیسی به نام کینگ میکر، یعنی به کسانی که دارای نقش بسیار مهمی در فراز دیگران به قدرت هستند به اینها کینگ میکر میگوند، شاهساز. تیمورتاش به راستی یک شاهساز در ایران، مردی بود که دریافته بود که باید با رضا شاه هم پیمان بشود و حتی در هنگامی که اون حزب معروف خودش رو، حزب زودگذر خودش رو ایجاد کرده بود، یکی از مهمترین بندهای مرامنامه حزب این بود که برای دستیابی به آرمانهای مشروطه از همین راهی که 20 سال گذشته رفتیم نمیتوانیم پیش برویم، باید به دور قدرت رضا شاه حلقه بزنیم و از راه قدرت رضا شاه ایران رو بسازیم. این گوهر اندیشه تیمورتاش بود. از یک خانواده اشرافی زمیندار خراسان برخواسته بود، در 12-13 سالگی راهی اشقاباد و سپس سن پیترزبورگ شده بود و در اونجا در مدرسه بلندپایه در این مدرسه نظامی روسیه درس خوانده بود، زبان روسی رو مانند روس ها سخن می گفت، زبان فرانسه رو خیلی خوب می دانست، انگلیسی او هم بسیار خوب بود و شیفته زبان فارسی و فرهنگ ایران هم. مثل که آثاری هم ترجمه کرده. بله بله. در سال 1302 که والی کرمان بود، نامه از او در دست است به تقی‌زاده که از او می خواهد به ایران بازگردد و بیاید و با هم حزب لیبرال دموکرات در ایران بسازند. و خب این اصطلاح حزب لیبرال دموکرات گواهی بر آگاهی و آشنایی و با اندیشه های سیاسی است. ولی یک نکته بسیار مهم در فراز و فرود تیمورتاش وجود دارد که به یک برداشت پذیرفته شده در فرهنگ سیاسی ایران باید گفت پایان میداد. خوشبختانه امروز ما دسترسی به آرشیو وزارت امور خارجه در
این دوران رو داریم. یعنی تمام آرشیو وزارت امور خارجه بریتانیا از سال 1300 1300 تا 1310 12 در اختیار ماست. پس از اون هم و از لابلای این اسناد چیزی رو که میتوان دریافت، بیپایگی این داوری است که چون رضا شاه در هنگامی که پادشاه نبود، در هنگامی که میرپنج بود و رئیس آتریاد قزوین، رئیس قزاقستان قزوین بود، به پشتیبانی آیرون ساید، با پشتیبانی آیرون ساید به سوی تهران حرکت کرد و با سید ضیاءالدین طباطبایی که میدانیم آدم بریتانیا بوده با او هم پیمان گشت. بنابراین تا پایان کار رضا شاه و دربار او زیر سایه بریتانیا بودند. این یک ارزیابی بیپایه و بدون هیچ گونه مستندی است و واقعیت نداره. در جایهایی رضا شاه از با منافع بریتانیا همراهی کرده، در جایهایی با منافع بریتانیا درگیر شده و در زمانی هم جانب آلمان رو گرفته. یکی از شخصیت‌هایی که رفتار او گواهی بر بیپایگی این اندیشه است تیمورتاش. تیمورتاش به دستور رضا شاه در سال 1306 راهی مسکو شد برای کنار آمدن با شوروی. یک رشته اختلاف‌های مرزی مالی میان ایران و شوروی وجود می‌داشت و او رفت و این گفتگو رو با موفقیت انجام داد. و جالب اینجاست که در همین دوران اسناد نشان می‌دهد که وزارت امور خارجه بریتانیا به شدت به ایران تاخته و بازگشت تیمورتاش رو از روسیه خواهان شده و او به ایران باز می‌گرده. و پس از بازگشت به ایران، با اینکه مذاکرات روی هم رفته موفق بوده، در سال 1307 زمینه گفتگوهای ایران و بریتانیا باز می شود. اگر این افسانه رو بپذیریم که هرچه سفارت بریتانیا در ایران می گفته دربار انجام می داده، این انبوه اسنادی که ما امروز در دست داریم باید ساختگی باشه. این اسناد نشان می دهد که در مورد پرداخت بدهی های ایران پیش از جنگ، پرداخت بدهی های ایران در دوران جنگ، در مورد مالکیت ایران بر بحرین و تون و هنگام و ابو موسا، در مورد حق کشتیرانی بدون پروانه کشتی های نظامی بریتانیا در خلیج فارس و در مورد کاپیتالاسیون، در مورد تعرفه گمرکی و حتی در مورد چیزهای کوچکی مانند راهن دزداب به پاکستان، زاهدان، همه اینها ایران و به ویژه شخص تیمورتاش در برابر دولت بریتانیا قرار گرفته بوده و تلگراف ها و نامه های زیادی در دست است که حتی اونها تیمورتاش رو موی دماغ خودشون میدونستن و شادمان شدن از اینکه فروغی و تغییزاده به کابینه راه پیدا کردن و تصور میکردن که شاید با آمدن تغییزاده و تیمورتاش فروغی قدرت تیمورتاش کاهش پیدا بکنه، که چنین هم بود. ولی در این دوران یکی از نخستین کسانی که باب گفتگو رو برای دستیابی به یک حقوق عادلانه در مسئله نفت با بریتانیا باز کرد همین تیمورتاش بود و رضا شاه از او پشتیبانی میکرد. در تمام گفتگوهایی که در این دوران با دولت بریتانیا انجام شده، به گواهی اسناد این تیمورتاش تنها مبتکر نبوده بلکه پشتیبانی خود رضا شاه هم در این گفتگوها داشته. و در یکی از موارد بسیار جالب در این زمینه، دولت بریتانیا خواهان یک روابط بازرگانی بدون هیچ گونه گمرک با ایران بوده. ایران زیر بار این موضوع نمی رود و حتی ایران به طور جداگانه با دولت فرانسه و دولت ایالات متحده آمریکا مذاکره میکنه و اونها میپذیرند لغو حقوق کاپیتالاسیون رو در ایران، حقوق کنسولی رو، و دولت بریتانیا ناچار میشه که اونها هم این رو بپذیرند. و نکته دیگری که باید گفت، تیمورتاش نخستین شخصیت ایرانی است که به این موضوع پرداخته
مسئله مالیات از شرکت نفت ایران انگلیسه. چون میدانید که این شرکت در بریتانیا به ثبت رسیده بود و دولت بریتانیا میگفت بجز اون درصدی که بابت درآمد نفت ما به ایران میدهیم، این شرکت انگلیسی است و هیچ مالیاتی به دولت ایران نخواهیم داد. اینا در اون دوران وارد این گفتگو شدند که شرکت نفت ایران انگلیس از درآمد نفت جدا از اون سهمیه مالیات به ایران بدهد، از درآمد شرکت نفت ایران انگلیس. روی هم رفته باید گفت که در این دوران در حوزه دیپلماسی و در گفتگوها پیمورتاش بسیار موفق بود و این موفقیت بود که زمینه فرود او رو هم فراهم کرد، یعنی او رو به مرد دوم ایران تبدیل کرد و خیلی بریتانیا دریافته بود که یک تلگرافی هم از در این زمینه هست که جز دربار هیچ کس در ایران، هیچ رجل سیاسی در ایران ضد انگلیسی نیست. میگفتن تنها دربار ایران ضد انگلیسی است و زمینه فرود او رو هم فراهم کردن. خب آقای امینی، اجازه میفرمین که من در باب تیمورتاش دو سه کلمه بگم که کار شما رو راحت کرده باشم. عبدالحسین تیمورتاش در سال 1362 در بجنورد زاده شد و 9 مهر 1312 فرمودید 62؟ بله 1262. این برای اینکه همیهنان یه مقداری از نظر تاریخی دریابند این تاریخ ها رو، فرمان مشروطه 1285 خورشیدی است. ایشون سال 1262 که به دنیا آمدن، یعنی 23 سال پیش از فرمان مشروطه و 7 سال پیش از زاده شدن احمد کسروی به دنیا آمدن. 7 سال از کسروی بزرگتر بودن، چون اشاره میکنم به کسروی چون تیمورتاش بزرگترین پشتیبان کسروی در اون دوران بوده، پشتیبان درباری کسروی. میبخشید که من سخن شما رو او پسر کریمداد نردینی بجنوردی بوده از زمینداران بزرگ خراسان. در 13 سالگی برای دریافت آموزش به عشق‌آباد پدرش میفرسته او رو. به زودی او زبان فرانسه رو آموخت و در 24 سالگی در وزارت امور خارجه ایران این پرمود به عشق‌آباد دیگه. بله؟ بله. عشق‌آباد باز هم برای اینکه باز هم من پا به رحمه میان سخنان شما دویدم، عشق‌آباد و تمام سرزمین های پیرامون اون تا میانه دوره ناصرالدین شاه بخشی از ایران به شما می آمدن، تا اینکه در پیمان آخال در واقع از ایران جدا می شوند و گیروند آن سوی که زیر سایه روسیه تزاری در واقع قرار می گیرند. در جریان انقلاب مشروطه‌ام به مشروطه خواهان می پیونده. او علاوه بر تسلط بر زبانهای روسی و فرانسه، به زبانهای انگلیسی و ترکی هم آشنایی داشته و شیفته ادبیات فارسی بوده. دوبار ازدواج کرده، اول بار با سرور السلطنه دختر خازن الملک، صاحب یک دختر به نام ایران تیمورتاش و 3 پسر شد از این همسر. سپس در سال 1300 همسر دومی هم به نام تاتیانا از ارمنستان اختیار کرد و از وی هم صاحب 2 دختر شد که پس از کشته شدن او راهی آمریکا شدند. درباره اینکه چرا او مورد بیمهری رضا شاه قرار گرفت، انواع نظریه ها پرداخته شده. پرسش من اینه که اگر بخواهیم سرگذشت سیاسی تیمورتاش رو در چند عبارت خلاصه کنیم، درباره‌اش چه خواهید گفت؟ خیلی پرسش به جایی است، برای که برید تیمورتاش رو خیلی کم میشناسیم. چند کتاب درباره او در آمده ولی هنوز کار کاملی درباره جایگاه تیمورتاش
به انجام نرسیده. تیمورتاش یک شخصیت بسیار مدرن ولی پرورش یافته یک فرهنگ اقتدارگرانه بود، اقتدارگرایانه بود. تفاوت بسیار بزرگ او با رضا شاه در این بود که رضا شاه یک تربیت یا آموزش آکادمیک نداشت، حتی شاید دبستان نرفته بود، خواندن و نوشتن رو از سوی دوستان و پیرامونیانش یاد گرفته بود، در حالی که تیمورتاش همون گونه که گفتید به زبانهای روسی و فرانسه چیرگی داشت، ادب فارسی رو خوب میدانست، درس خوانده بود و در مدرسه بسیار بلند پایه نظامی سنت پیترزبورگ در واقع در اونجا در فارغ التحصیل شده بود. اصلا به او میگفتن از او به عنوان خان نردینسکی، همین نردین فهمودید، اصلا اصلا نردینسکی بهش میگفتن دیگه. تیمورتاش خیلی دشوار بود برای روسا گفتن. اگر بخواهیم تیمورتاش رو خیلی خلاصه دربارش داوری کنیم، خیلی سرگذشت سیاسیش، سرگذشت سیاسیش رو در چند جمله بیان کنیم، مردی بود بلند پرواز که در سودای پرواز به سوی این بلندایی که در آرزوش بود، پرهای او سوخت و فرو ریخت و خیلی زودتر از آنچه که گمان میکرد که به پایان برسه کارش، کارش به پایان رسید. خود او در واقع تا حدودی دریافته بود که چه سرنوشتی در انتظار اوست. پس از اینکه، چون میدانید اینها سه نفر بودند که نزدیکترین یاران یا مردان رضا شاه به شمار می‌آمدند، این سه نفر نصرت الدوله فیروز، داور و تیمورتاش بودند. یکی وزیر دربار بود، یکی وزیر عدلیه و دیگری وزیر مالیه یا دارایی. اینها در واقع دو رضا شاه رو رضا شاه کردند در آغاز کار. اگرچه رضا شاه دارای توانایی های بود، ولی این سه نفر اون دربار رضا شاه رو ساختند. هنگامی که نصرت الدوله رو گرفتار کردند و او در زندان کشته شد، تیمورتاش باید در میافت که چه سرنوشتی در آینده او نشسته است. جالب اینجاست که در همین زمینه، چون فرمودید این رو من باید حتما بخوانم، این تیمورتاش در همین زمینه پس از مرگ، پس از کشته شدن نصرت الدوله، حتی هنوز نصرت الدوله رو نکشته بودن، جالب اینجاست نصرت الدوله در دستگیر شده بود، هنوز در زندان بود و هنوز کشته نشده بود، یه دیداری میکند با سفیر بریتانیا در ایران و خیلی بی پرده سخن میگوید و سفیر بریتانیا این رو در یک گزارشی به سفارت بریتانیا میفرستد. این گزارش از سوی سر رابرت کلایو، سفیر بریتانیا در تهران، به مدیر کل بخش خاوری وزارت خارجه بریتانیا ارسال شده. این رو بالا این واژه هایی نیست که خود تیمورتاش به زبان رانده، ولی بر روی از زبان تیمورتاش این سفیر نوشته. بی پرده بود، گفته که اگر حقیقت مطلب را خواسته باشم یا در واقع باید بگویم، امروز در ایران کسی نیست که رضا شاه نسبت به او اعتماد داشته باشد. بعد میگه که این سوء ظن ملوکانه همه اونهایی رو که در یک دوران زندگی یک آزمایشی از وفاداری و صداقت از خودشون نشان دادن، خیلی زندگی رو برای اونها دشوار کرده، غیر قابل تحمل کرده، و این سوء ظنی که پادشاه دارد یک سدی شده، یک گرفتاری شده میان رابطه
اعلی حضرت رضا شاه و بهترین، صمیمیترین، وفادارترین یاران و خدمتگزارانش با همین زبان صحبت میکنه. میگه اینها در واقع یک مقدار دور شدن، بیم و حراس دارن. حالا تازه نصرت الدوله دستگیر کردن، هنوز نصرت الدوله زنده است. این اشخاص، منظورش هم به احتمال زیاد خودش هم هست، میگه این آدم ها اصلا در بیم و حراس شبانه و روزانند که نکند که یک باره مورد سوء ظن اعلی حضرت قرار بگیرند و پیامد اون در واقع مرگ اونها باشه، از میان بروند. بعد میگوید که در مورد خودش گفته، میگه من، البته این رو با سفیر از زبان او گفته، میگه خود او، یعنی همین جناب تیمورتاش، نزدیکترین آدم به رضا شاهه و با این وجود این آدم این حرفا رو میزنه و از آینده پیرامونیار رضا شاه بسیار بیمناکه و در نتیجه میخواهد بگوید که این بیم و حراسی که رضا شاه از پیرامونیان داره به خود تیمورتاش هم خواهد رسید. این موضوع رو تیمورتاش خیلی خیلی سالها خیلی پیشتر از بیمار شدن رضا شاه نسبت به او میگوید. حالا جالب اینجاست که این تیمورتاش کسی است که رضا شاه دربارش، جالبی که برای اینکه نشون بدم که تا چه اندازه همین تیمورتاش این حرفا رو به سفیر بریتانیا زده با رضا شاه نزدیک بوده، از این در خاطرات فرخ آمده، خاطراتی که از رجال برجسته دوران پهلوی اول و دوم. فرخ میگوید که از زبان رضا شاه یاد میکنه، میگوید که هر آنچه تیمور گفته است من گفتم و هر آنچه تیمور نوشته است من نوشتم. این داوری رضا شاه در مورد تیمورتاش بوده. رضا شاه تیمورتاش رو تیمور میخوانده و با این وجود این بیم و حراس رو تیمورتاش از شخصیت رضا شاه داشته. بنابراین اگر بخواهیم کارنامه سیاسی تیمورتاش رو خلاصه کنیم، مرد بسیار توانایی است که در زیر سایه یک آدم توانای دیگری زندگی میکنه، با این تفاوت که جوان است، رضا شاه سن بالاتری داره و رضا شاه بیمناک است از مرگ خودش و اینکه پادشاهی به فرزندش نرسه، و تیمورتاش کسی است که به آسانی میتواند جای خالی رضا شاه رو پر بکنه. جاه طلب، توانا، خوشمشرب، مردم دوست یا مردمدار، عیاش، پول خرج کن، آدمی شیفته زبان، آدمهای پیرامون خودش رو، آدمهایی که باهاش نزدیک بودن رو برجسته میکنه، استعدادها رو نیک در میافته و این استعدادها رو بهش پاسخ میداده. به راستی باید گفت که او وزیر اعظم رضا شاه و همه کاره دوران رضا شاه تا هنگامی بوده که از چشم رضا شاه نیفتاده بود و پس از تیمورتاش رضا شاه هرگز جانشینی برای تیمورتاش نتوانست پیدا بکنه. در دوران محمد رضا شاه هم جز اون دوران کوتاهی که علم رایزن، دوران کوتاه که نه، دوران درازی که علم رایزن محمد رضا شاه بود، کسی مانند تیمورتاش در سپهر سیاست ایران پدیدار نشد. علم هم دارای توانایی های تیمورتاش نبود. اگر بخواهم از این هم خلاصه تر کنم، باید بگویم یکی از تواناترین چهره های سیاسی دوران مدرن ایران تیمورتاش. آقای امینی، در بیشتر بررسی های تاریخی یا مقاله های انتقادی که درباره دوران رضا شاه نوشته اند، از تیمورتاش به عنوان مهمترین مهندس یا معمار بنای دولت متمرکز خودکامه در ایران یاد کردند. در حالی که هواداران رضا شاه یا اونهایی که نگاه مثبتی به دوران پهلوی اول دارند،
نقش تیمورتاش رو اندک و ناچیز میشمارند. با کدام یک از این دو نظریه موافقی؟ ببینید، اگر شما امروز از شمار کسانی باشید که جز واژه رضا شاه کبیر هیچ واژه دیگری رو نپذیرید و حاضر نباشید که کمترین نقدی رو به دوران رضا شاه و پادشاهی او به اندیشه خودتون راه بدهید، باید تیمورتاش رو آدم بی اهمیتی بشمارید. راستی این است که درست نقطه مقابل این است. در دوران رضا شاه چهره‌های به راستی سازنده تاریخ دوران رضا شاه بودند. داور، نصرت الدوله فیروز، تیمورتاش شاید از همه اینها مهمتر، و سپس پس از افول ستاره تیمورتاش دو شخصیت دیگر، تغیزاده و فروغی. اینها سازندگان سیاست‌ها و کارهای دوران رضا شاه همراه با شاید دست کم 25-6 نفر دیگر هستند. آدم‌هایی مانند بهرامی و دیگران هم در این کار بسیار بسیار نقش داشتند، ولی اونها سیاست‌گذار نبودند، نزدیک بودند، مشاوران و یاران و رایزنان رضا شاه بودند. به راستی باید در بررسی این دوران جایگاه این آدم‌ها رو شناخت. از آغاز، از هنگامی که سر و کله رضاخانی در سپهر سیاست ایران پدیدار می شود، چون رضاخان تا پیش از اون در سپهر سیاست نبوده، در قزاقخانه بوده، از هنگامی که در کودتا 1299 نامی از رضا شنیده می شود، در اون هنگام هم از اون به نام رضا و سپس سردار سپه یاد می کردند، گروهی در پیرامون او، در فراز او به قدرت خیلی نقش داشتند. آدم‌هایی بودند که در آغاز کار خیلی کمک کردند، مانند تدین و حزب تجدد او، ولی رفته رفته اونها کنار گذاشته شدند یا به کنار رفتند، و سپس یا کسانی مانند رهنما یا زین العابدین رهنما و برادرش، اینها نقش داشتند. اما هنگامی که رضا شاه به سوی گرفتن فرمانروایی کامل کشور و پادشاهی خیز برداشت، چهره بسیار برجسته این کوشش تیمورتاش بود، و اصلا تیمورتاش بود که کمک کرد، یاری رساند که در مجلس پنجم شمار بسیاری هواداران پادشاهی رضا شاه راه بیابند، و همو بود که سازمان داد انتخابات مجلس مؤسسان رو. و البته در اون هنگام هنوز فروغی از نقطه نظر سیاسی، از نظر اندیشه‌ای جلوتر از تیمورتاش بود، ولی تیمورتاش یک کادر اداری بود، یک کادر اجرایی بود، و هیچ کس دیگری، حتی داور، توانایی‌های اداری تیمورتاش رو نداشت. افزون بر این، باز هم از لابلای یادداشت‌های سفیران دولت‌های خارجی، آدمی بود که کمتر از 4 ساعت در شب می‌خوابید، همه کارها رو خودش انجام می‌داد، حتی نامه‌های به سفیران رو خود او یا همسرش ماشین می‌کردن، و این آدم پرکاری و اصلا بی‌نظیر بود، هیچ کس به پای او نمی‌رسید در این زمینه. و این است که در ساختن پادشاهی رضا شاه، پایه‌گذاری پادشاهی رضا شاه و مهندسی بسیاری از پروژه هایی که در اون دوران در آغاز کار رضا شاه اقدام کرد و به اونها دست یافت، تیمورتاش مهمترین مهره به شمار می آمد و در واقع مرد دوم کشور بود. کسروی درباره تیمورتاش چیزهایی نوشته، نه؟ به خصوص درباره حزبش. کسروی، خب میدونید که اصلا تیمورتاش کسروی رو برکشید. یعنی کسروی در دادگستری در عدلیه که بود، بالا رفتن کسروی به راستی مدیون تیمورتاشه. تیمورتاش آدم بسیار ناسیونالیست و میهن پرستی بود، و کسروی هم با نوشته های خودش او رو مجذوب کرده بود، و اینجا و اونجا چیزهایی که از او دیده بود تیمورتاش رو علاقمند به کسروی کرده بود. تیمورتاش کسیست که کسروی رو بعدها کمک میکنه که دادستان کل تهران بشود. اما دیداری رو کسروی ازش یاد میکنه، در مورد اشاره کردید که
دیدار کسروی و تیمورتاش اجازه بدی از کتاب زندگی و زمانی که بنده فراهم کردم از اونجا برای شما بخونم. امروز بامداد هم با شما دربارش گفتگو کردم و حتی ازتون خواهش کردم که این برگ رو در برنامه بخوانید، ولی فکر میکنم در دسترس شما نیستی نیست که من این رو میخوانم. در برگ 443 این کتاب من از زبان کسروی یاد کردم. کسروی میگوید در همان روزها تیمورتاش پیامی داده بود، به دیدنش رفتم، گفت چرا چنین شد، داستان رو گفتم. این البته در اون درگیری هاییست که در عدلیه به وجود آمده بود و تیمورتاش بعد پس از درگیری ها کسروی کناره گرفته بود. داستان رو گفتم، گفت یک کار دیگر کنید، بیایید به حزب ایران نو، شما را به مدعی العمومی اصفهان میفرستیم که به پشتیبانی حزب با ملایان نبرد کنید و آنها را بشکنید. این کار بزرگی است. گفتم با آن رفتاری که از داور دیدم خود را به پذیرفتن کار خرسند نمیتوانم گردانید. این سخن کسروی است، اشاره است به دعوت تیمورتاش از او برای پیوستن به حزب ایران نو. آقای امینی، درباره این حزب ایران نو، بله؟ بله. و اصولا کوشش های حزبی تیمورتاش و داور چه توضیحاتی دارید؟ هم داور و هم تیمورتاش از اونجایی که با فرهنگ اروپایی آشنا شده بودند، مانند خود تغییرزاده و دیگران حزبی فکر می‌کردند، یعنی می‌اندیشیدند به اینکه باید برای اداره کشور، برای به راه انداختن جریان‌های درست سیاسی حزب درست کرد. نامه‌ای هست، اجازه بدید که اینجا بیاوم و برای شما بخوانم، چون این یادداشت‌های من امروز خیلی پراکنده است. برای این نامه‌ای است که در سال 1302 هنگامی که تیمورتاش والی کرمان بوده و این رو تغیزاده در اون نوشتار معروفش خاطر زندگی طوفانی خاطرات سید حسن تغیزاده که ایرج افشار به چاپ رسانده در اونجا آمده، تیمورتاش نامه‌ای در 1102 به تغیزاده نوشته و در اونجا نقد کرده، یعنی درباره سوسیالیسم داوری‌هایی کرده و سپس گفته که عده‌ای از دوستان سردار سپه که با کنسولگری شوروی رابطه دارند حزب سوسیالیست درست کردند. منظورش سلیمان میرزا اسکندری است که خیلی طرفدار هوادار رضا شاه بوده و اون زمان هم شوروی ها از رضا شاه خیلی پشتیبانی میکردن. اون رو یک نیروی ترقی‌خواه در، یعنی اون رو به عنوان جریان ترقی‌خواه در ایران میشناختن. بعد گفته که این فرقه سوسیالیست، این رو به تغیزاده گفته، گفته این سوسیالیست برای ایران خیلی زود هست، چیز بدی نیست ولی به درد ایران نمیخوره و این است که شما بیایید و ما با هم یک حزب بسیار توانا در مقابل این سوسیالیست ها که زیر سایه سفارت شوروی هستند درست کنیم و بیاییم و حزب لیبرال دموکرات رو در ایران بسازیم، که البته تغییرزاده دیگه این رو پیگیری نکرده. این در نتیجه از همون آغاز کار در سودای ایجاد حزب بوده. خود داور هم هنگامی که پس از درگیر شدن در جریان سیاست پس از کودتای 1299 که با شتاب به ایران آمده بوده، وارد کار پوشش برای ایجاد حزب می شود. ماجرای حزب ایران نو کاری است که تیمورتاش اندکی دیرتر، چند سال پس از آغاز پادشاهی، دو سال پس از آغاز پادشاهی رضا شاه اون دست میزنه. چند حزب در اون هنگام در ایران به وجود آمده بودند، حزب ترقی، حزب ایران جوان و چند حزب دیگر، و تیمورتاش از این موقعیت خودش برای در سپهر سیاست ایران بهره میگیره.
می آید و حزبی درست می کنه به نام حزب ایران جوان. این حزب ایران جوان چند نفر آدم اصلی داشته، خود تیمورتاش آدم اصلی بوده، داور رو هم قانع میکنه که اون حزبکی که ساخته بوده رو منحل کنه وارد این حزب شود. نصرت دوله فیروز در این حزب بوده که در اون هنگام وزیر دارایی بوده و کسانی هم آدمهایی هم که در یعنی مهمترین شخصیت نظامی اون موقع در تهران، یعنی کسی که در اون دوره در تهران خیلی نقش داشته، یعنی یزدان پناه. یزدان پناه هم از پایه‌گذاران در واقع این حزب به شمار می آمده. اینها در واقع حزبی درست می کنند که تمام اعضای حزب ایران جوان رو که بیشتر جوانان بودن رو کوشش می کنند به سوی خودشون جلب کنند و چون تیمورتاش وزیر دربار رهبر این حزب بوده، خیلی ها به این حزب می پیوندند. یعنی در واقع یک حزب نیمه رسمی دولتی می شود و تیمورتاش هم در نخستین گرد همایی حزب اعلام میکنه که رضا شاه رهبر افتخاری این حزب به شمار میآید. پروگرام حزب هم خیلی روشن بوده. بحث تیمورتاش این بوده که این 20 سالی که از مشروطه میگذرد نشان داده که ما از راه این تجدد رایزنانه به جایی نخواهیم رسید و باید به یک تجدد آمرانه دست بزنیم. همون اندیشه‌ای که پیش از او هم در نوشتارهایی در کاوه و ایران شهر منعکس شده بوده و میگوید که باید همه پیرامون شخص رضا شاه حلقه بزنیم و برای پادشاهی رضا شاه و پیشرفت ایران کوشش کنیم، زیر یک پرچم و زیر سایه رضا شاه برای توسعه و ترقی ایران. یک جنبه بسیار برجسته حزب ایران نو و اندیشه های تیمورتاش ستیزی بوده، دشمنی آشکاری بوده که او با آخوندها داشته. همین پیامی هم که به کسروی داده و کسروی یاد میکنه و میگوید که از من خواستن بروم دادستان اصفهان بشوم برای اینکه با آخوندها در بیفتم، نشانی از این دشمنی آشکار تیمورتاش با آخوندهاست. خود رضا شاه این دشمنی رو با این روشنی نشان نمیداده هیچگاه، جز موردی که مثلا رفته و بافقی رو در حرم قم کتک زده، نظریه روشنی علیه روحانیان نداشته. در حالی که تیمورتاش اگرچه درباره دین داوری نمی کرده، آشکارا اعلام می کرده که پیشرفت ایران بدون کنار نهادن روحانیان ممکن نیست. شاید هم از همین منظر باشد، از همین دیدگاه باشد که یه رابطه میان تیمورتاش با کسروی ایجاد می شود و تیمورتاش از کسروی پشتیبانی می کنه. داور هم با روحانیان میانه خوبی نداشته، اما تیمورتاش این رو به عنوان یک برنامه حزبی در ایران اعلام می کنه. به این معنا شاید بیشتر به آتاتورک نزدیک بوده تا خود رضا شاه به آتاتورک و این اندیشه ها رو پنهان نمی کرده. این دشمنی آشکار رو با روحانیان اصلا پنهان نمی کرده. در این برنامه حزبی اجازه بدید که قسمتی از دیدگاه اون رو یاد کنم. تیمورتاش در یک سخنرانی در شهریور 1306، ششم شهریور 1306، یعنی در واقع 2 سال پس از آغاز پادشاهی رضا شاه، نزدیک به 2 سال، این تنها گرد همایی حزب هم بوده، این بعدها هم گرد همایی پوچک بوده، سخن گفت از یک پارچگی و استقرار ایران در زیر درفش پهلوی، پیشرفت در پناه قدرت رضا شاه و جلوگیری از اندیشه های ارتجاعی. و این اشاره به این اندیشه های ارتجاعی به طور آشکار اشاره به روحانیانه. این حزب خیلی توانا شد، یعنی نیروی بسیار زیادی به این حزب پیوست و رضا شاه رو که خیلی ها بیمناک کردند، ترساندن از قدرت این حزب و شخص تیمورتاش، این است که بیانیه‌ای صادر شد. هیئت وزیران در واقع آمد و یک قاعده رو گذراند، قانون که هیئت وزیران نمیتونست بگذرونه، ولی اعلام کردند که هیچ یک از وزیران و کارکنان بلند پایه
دولت و ارتش نمیتوانند عضو یک حزب سیاسی باشند. و به این ترتیب تیمورتاش رو واداشتن که از رهبری حزب ایران نو کنار بگیرد. هنگامی که تیمورتاش از رهبری این حزب کنار گرفت، باد این حزب خالی شد، چون حزبی که به هر روی با کمک تیمورتاش بزرگ شده بود و خیلی ها به این حزب میپیوستند به دلیل اینکه میخواستن رابطه داشته باشن با وزیر دربار. این شگردی رو که دیگران به رضا شاه نشان دادن و آمدن و در هیئت وزیران عضویت بزرگان و سران ارتش و دولت رو در احزاب ممنوع کردند که تیمورتاش نمیتونست مخالف اون باشه، این حزب رو از اون پیوندی که با تیمورتاش داشت تهی کرد و حزب عملا از میان رفت و معلوم هم نیست که این حزب دیگر سرنوشتش به کجا چید و دفترش عملا بسته شد پس از این تصمیم هیئت دولت. آقای امینی، مذاکرات ایران با بریتانیا بر سر نفت، بله، گویا تیمورتاش در نامه ای شرکت نفت ایران و انگلیس در سال 1910، بله، این نامه رو نوشته، اساس منافع نفتی بریتانیا را در این نامه در جنوب ایران به زیر سوال برده بود. برخی بر این باورند که این آغاز پایان کار تیمورتاش بوده. تیمورتاش عملا وزیر خارجه ایران بود، یعنی رضا شاه حتی او رو هم به دولت بریتانیا و هم به دولت شوروی به عنوان آدم اصلی سیاست خارجی ایران معرفی کرده بود و اعتماد کامل هم به او داشت و از او هم پشتیبانی میکرد. در اون هنگام ما وزارت امور خارجه داشتیم، ولی تیمورتاش بهایی به این وزارت امور خارجه نمیداد و همه کارها رو خودش انجام میداد. هم گفتگوهای با دولت شوروی رو تیمورتاش آغاز کرد و هم گفتگوها با دولت بریتانیا رو. در اینجا هم یک نکته بسیار مهم است جناب موری. چقدر وقت داریم به من بگید که من بتونم اینجا 3-4 دقیقه به نظرم. بله. ببینید، حالا بنابراین هفته آینده بیشتر به این خواهیم پرداخت. یک برداشت پذیرفته شده درباره تاریخ دوران رضا شاه وجود دارد و اون این است که انگلیسی ها رضا شاه رو آوردند، رضا شاه نوکر انگلیس بود و سرانجام هم انگلیسی ها او رو بردند. این ساده لوحانه نگاه کردن به تاریخ است و واقعی نیست. در این جای گفتگو نیست که گروهی از سیاستمداران بریتانیا که آیرون ساید با اونها نزدیکی داشت و چرچیل اون خط رو در واقع در کابینه دولت بریتانیا نمایندگی میکرد و دیگران با اون مخالف بودند، به کودتای 1299 یاری رساندند. اون گروه دیگر بیشتر هوادار پیمان 1919 بود که از رای پارلمان و با کمک احمد شاه این رو جلو ببریم. آیرون ساید یاری رساند که رضا شاه همراه با سید ضیاءالدین طباطبایی به سوی تهران بروند و ماجراهایی که بر روی در تاریخ ها آمده و بازگو نمی کنم. در این جای گفتگو نیست، اما این به این معنا نیست که از این پس رضا شاه و دولت رضا شاه در جیب دولت بریتانیا هستند. هرچه اونها میگویند اینها انجام میدن. این واقعیت تاریخ ایران نیست. واقعیت تاریخ ایران این است که در زمینهای دولت بریتانیا در سپهر سیاست ایران نفوذ داره، در زمینهای نفوذ نداره. آنچه که از کارنامه تیمورتاش برمی آید و در اون جای گفتگو نیست و کسانی مانند فاتح که در تمام همه گفتگوهای ایران با بریتانیا، شرکت نفت ایران انگلیس حاضر بوده و یاد میکنه و همچنین حتی از یادداشت‌های تقی‌زاده و دیگر اسنادی که در دست ماست نشان میدهد، آشکار است که از همون سال نخست پادشاهی رضا شاه تیمورتاش با پشتیبانی رضا شاه با دولت بریتانیا و شرکت نفت ایران انگلیس درگیر شده. ما با یک بحران اقتصادی هم در ایران درگیر بودیم و این بحران اقتصادی تا حدود ایران رو به سوی همکاری با
دولت شوروی جهت میدهد و شوروی ها مشتاق بودند که ایران را به سوی خودشون جهت کنند و حاضر بودند امتیازهایی در این زمینه ها به ایران بدهند. فراموش نکنیم که پیش از آغاز پادشاهی رضاشاه دولت شوروی پیمان دوستی ایران و شوروی رو به امضا رسانده بود با دولت ایران و در نتیجه کشته روابط تازه‌ای آغاز شده بود. تیمورتاش نخستین کسی است که اگرچه در اندیشه خودش طرح 50-50 رو داشته و به دیگران هم گفته، به طور رسمی به دولت بریتانیا و شرکت نفت ایران انگلیس پیشنهاد میکنه و حتی میخواهد که 16% سهم ایران از درآمد شرکت نفت ایران انگلیس به 25% افزایش پیدا بکنه. شرکت نفت ایران انگلیس به عنوان شرکت ایرانی به دولت ایران مالیات بپردازه و سپس هم در زمینه‌های دیگری مانند حق کشتیرانی در خلیج فارس و به ویژه مسئله بحرین و بهره برداری نیروی دریایی بریتانیا از بندرهای ایران بدون پروانه وارد درگیری با دولت بریتانیا می شوند. حتی در موضوع حق کاپیتالاسیون یا داوری کنسولی فرانسه و ایالات متحده آمریکا موضع ایران رو میپذیرند و دولت بریتانیا به ناچار تن در میدهد که موضع ایران رو بپذیره. ما با یک درگیری جدی در سالهای 1306 تا 1310 11 با بریتانیا روبرو هستیم و شاید بتوان گفت که فرود تیمورتاش از این موقعیتی که در اون به اون دست یافته بود از جمله مرهون دخالت بریتانیا و کارهایی که اونها انجام دادن. بنابراین کاملا نکته شما درست است. تیمورتاش در 1310 در اون نامه معروفی که به سفیر بریتانیا نوشت عملا موضوع حقوق به شرکت نفت ایران انگلیس نوشت، حقوق شرکت نفت ایران انگلیس رو در ایران به زیر سوال برد، به زیر پرسش برد و این نخستین بار بود که در ایران صورت می گرفت. ممنونم جناب آقای امینی. این بخشی از سرگذشت سیاسی تیمورتاش بود. همیهنان گرامی، هفته آینده باز هم درباره تیمورتاش صحبت خواهیم کرد بر اساس آخرین تحقیقاتی که در مورد دوران رضاشاه انجام شده است. آقای امینی عزیز، خیلی ممنونم ازتون. سپاسگزارم. درود بر شما تا هفته آینده. همینان گرامی از شما تشکر میکنم، از آقای امیر کارگردان برنامه همچنین. شب و روزتون خوش.